وردپرس راکت، توتال کش، WP فستست کش، لایت اسپید کش کدوم پلاگین برای افزایش سرعت سایتمون بهتره؟ سلام رضا حسینی راد هستم خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه تو این ویدیو میخوام در رابطه با بهترین پلاگین افزایش سرعت وردپرس صحبت بکنم یه بار برای همیشه به این سال جواب بدیم که آقا کدوم پلاگین برای افزایش سرعت وردپرس بهتر و میتونه بهتر برای ما کار بکنه وقتی صحبت از بهترین پلاگین وردپرس میشه اکثر وردپرس کارا میان چیکار میکنن میان یه پلاگین رو انتخاب میکنن برای هر وبسایتی این نسخه رو میپیچن که از این پلاگین بهتر استفاده کنیم چرا چون مثلا تنظیماتش راحت تره یا چون رو فلان وبسایت من نصبش کردم سرعت خیلی خوبی بهم داد یا مثلا این پلاگین چون قابلیت ساخت تصاویر پی داره بهترین پلاگین ممکنه یا اینکه مثلا اون یکی حجم زیادی رو سرورش قال میکنه اون یکی پلاگین من دو سال پیش روی سایتی نصبش کردم خیلی خیلی خوب جواب داد اصلا هیچ مشکلی نداشت این روش برای انتخاب بهترین پلاگین وردپرس تو هر زمینه ای اشتباهه چرا همونطور که تو ویدیوی انتخاب بهترین پلاگین امنیت وردپرس بهتون گفتم شرایط هر وبسایتی متفاوته و شما بسته به شرایط وبسایت باید ببینید چه پلاگینی رو برای چه کاری باید استفاده بکنید پس میخوایم طبق شرایط مختلفی که هر وبسایتی داره انتخاب کنیم که کدوم پلاگین برای افزایش سرعت وردپرس بهترین پلاگینه مهمترین چیزی که برای انتخاب بهترین پلاگین افزایش سرعت وردپرس باید انتخاب بکنیم اینه که این وبسایت معماری وب سرورش به چه شکله وب سرور چیه قبلا تو این ویدیو بهتون گفتم که سایت ها چطور کار میکنن متوجه شدیم که وقتی یه سایتی رو راه اندازی میکنیم یه هاست براش خریداری میکنیم اون هاست روی یه سرور یه جایی میزبانی میشه حالا اون سرور یه سری نرم افزار داره که قرار سایت ما رو اجرا بکنه ران بکنه پس برای اجرای سایت ما رو اون سرور نیاز به یه سری نرم که ساختار این نرم افزارا تو سرورهای مختلف متفاوته حالا چه مدل ساختار سروری داریم اصلا وقتی صحبت از ساختار سرور میکنیم یعنی چی ببینید ساختار سرور به چند مدل مختلف چیده میشه بسته میشه نرم مورد نظر انتخاب میشه که همه این حالا روش های مختلفی که استفاده میشن بستگی دارن به چند تا المان یه المان اینه که روی وبسایتی که میخواد رو اون سرور راه اندازی بشه قرار چه سیستمی رو نصب بکنیم مثلا قرار وردپرس باشه خب بسیار عالی ما باید از وب سرور استفاده کنیم که از PHP بهتر پشتیبانی میکنه قرار مثلا برنامه نویسی دات نت استفاده بشه خب بهتره برای اینکه میخوایم دات نت رو اجرا بکنیم رو اون سرور از مثلا بیایم یه وب سروری استفاده کنیم که با دات نت سازگاری بیشتری داره خب معمولا میایم مثلا سرور سیستم عامل اون سرور رو سیستم عامل ویندوز انتخاب میکنیم اون سایتی که قرار روش وردپرس اجرا بشه لینوکس انتخاب کنیم حالا این در مورد انتخاب سیستم عامل بود روی اون سیستم عامل یه وب سروری قرار نصب بشه که بتونه سایت ما رو اجرا بکنه کاری به اون بحثای فنیش نداریم که وب سرور چیه و این مسائل مهم اینه که چه نوع وب سروری باید استفاده بشه روی سایت وردپرسی وب سرور معمولا اینجینیکس استفاده میشه یا لایت یا آپاچی آپاچی که خب یه وب سرور رایگانه که سرعت چندانی نداره معمولا هاستینگایی که دیگه واقعا نمیخوان هزینه بکنن از آپاچی استفاده میکنن پس آپاچی رو کلا میندازیم بره بیرون از بحثمون میمونه لایت سپید و وب سرور اینجینیکس اینجینیکس برای سایت های استفاده میشه که قرار روی سرور فقط یه وبسایتی رو اجرا بکنیم یعنی مثلا مثالش رو میزنم سایت خودمون میهم وردپرس یه سرور اختصاصی داره تو دیتا سنتر آسیاته که تهران میزبانی میشه این سرور رو خودمون مثلا سیستم عامل و وب سرور رو همه چیزش رو نصب کردیم برای سایت خودمون به صورت اختصاصی پس اومدیم از وب سرور اینجینیکس استفاده کردیم چرا از اینجینیکس استفاده کردیم چون سرعت خیلی بالایی داره ولی یه مشکلی داره برای هر سایتی باید بریم تخصصی کلی تنظیمات توی یه فایلی داره

اون تنظیماتی که مورد نیاز سایتمون هست رو بچینیم تا وردپرس به خوبی روش کار بکنه ولی خب چون سرعت خیلی بالایی داره رایگان هم هست ما از اینجینیکس استفاده میکنیم حالا اگه تعداد سایت هایی که رو اون سرور میخوان اجرا بشن خیلی زیاد باشه مثلا هزار تا سایت رو میخوایم روی سرور میزبانی بکنیم کاری که شرکت های هاستینگ انجام میدن مجبور هم هستن انجام بدن نمیتونه که مثلا با مای 50000 بیاد برای شما یه سرور اختصاصی بذاره سایت شما رو تک روی سرور میزبانی بکنه قطعا باید خب مثلا 999 تا سایت دیگه هم در کنار سایت شما روم وب سرور ران بکنن اجرا بکنن پس دیگه از اینجینیکس نمیتونن استفاده بکنن نمیتونن هر بار که شما خواستی یه تغییری رو سایتت بدی یه تغییری که نیاز به تغییرات روی وب سرور داشت بشینن تک تک اون کدها و اون دستورات مربوط به اینجینیکس و تو اینجینیکس وارد بکنن پس مجبورن از یه وب استفاده کنن که خودش اتوماتیک کارهای مورد نیازش رو انجام میده اون وب سرور چیه لایت اسپید پس دو تا وب سرور داریم اینجینیکس و لایت اسپید معمولا اینجینیکس توسط شرکت هاستینگ استفاده میشه که میخواد یک سایت رو به صورت اختصاصی یا مثلا دو تا سایت رو رو به صورت اختصاصی روی سرور میزبانی بکنه مثل سایت ما و لایت اسپید وب سروریه که معمولا توسط شرکت های هاستینگ استفاده میشه چون میخوان سایت های زیادی رو, رو روی یک سرور میزبانی بکنه پس اینجا متوجه شدیم که کلا اینجینکس چیه لایت سپید چیه اینجینکس برای سایت شما استفاده نمیشه پس اینجینکس هم از دور خارج میکنیم میمونه وب سرور لایت سپید. اصلا از کجا متوجه بشیم وب سرورمون اینجینیکس لایت اسپید یا آپاچی از کجا باید متوجه این قضیه بشیم خیلی خیلی راحته کافی وارد پنل وردپرستون بشید از بخش ابزارها سلامت سایت رو بزنید اینجا یک سری اطلاعات کلی در مورد وردپرستون و شرکت هاستینگتون و اطلاعات سرور رو این مسائل بهتون میده وارد تب اطلاعات بشیم تو به اطلاعات کلی اطلاعات در مورد شرکت هاستینگتون اون سروری که سایتتون روش میزبانی شده میده یه قسمت داره به نام سرور کافی اون قسمت سرور رو باز بکنید تو قسمت سرور بهتون میگه که آقا این سایت وب سرورش چیه اگه مثلا LS API بود یا LS بود که میشه لایت اسپید اگر OLS بود بازم میشه اوپن لایت اسپید که نسخه رایگان لایت اسپیده اگر اینجینیکس بود خب نوشته اینجینیکس اگر آپاچی باشه نوشته آپاچی این کاملا مشخصه از این سه حالت معمولا تو ایران خارج نیست یا آپاچی یا اینجینیکس یا لایت اسپید که تو میشه گفت 90 درصد مواقع لایت اسپید چون سرعت خیلی خوبی داره و شرکت های هاستینگ به درد بخور ازش استفاده میکنن اگر سایتتون مثل سایت ما روی یه سرور اختصاصی میزبانی میشه اینجینیکس و اگر هم روی یه شرکت هاستینگ معمولی هستین و هزینه زیادی برای هاستتون ندادید در نتیجه شما دارید از آپاچی استفاده میکنید اینجا بهتون بالاخره میگه که چیه اگه آپاچی بود که پیشنهاد میکنم شرکت هاستینگتون رو تغییر بدید حالا میمونه اینجینیکس و لایت اسپید برای هر کدوم از اینها ما باید از یه پلاگین مخصوص توی وردپرس استفاده کنیم یعنی طبق اینا باید تصمیم بگیریم از کدوم پلاگین برای افزایش سرعت سایتمون استفاده بکنیم خب یه استراحت بهتون دادم چون میدونم یکم سخت بود درک این موضوع که وب سرور چیه میتونید برگردید ویدیو رو این قسمتش رو دوباره ببینید تا بیشتر با وب سرورها آشنا بشین چون دوست داشتم اطلاعات بیشتری دریافت بکنید ولی به طور کلی سرور شما یا آپاچی یا اینجینیکس یا لایت اسپید که از بخش ابزارها سلامت سایت تبع اطلاعات بخش سرور تو پنل وردپرس میتونستیم متوجه بشیم که وب سرور شما چیه حالا که متوجه شدیم وب سرورتون چیه باید با توجه به وب سرورمون انتخاب بکنیم که از کدوم پلاگین کش وردپرس استفاده کنیم چرا چون هر کدوم از پلاگین‌های کش وردپرس معمولا طبق یه وب سرور طبق یه معماری وب سرور خاص کار میکنن کلا ذات پلاگین کش وردپرس چیه اصلا چی کار قرار برای ما بکنه توی یه ویدیو دیگه میخوام کامل در مورد پلاگین کش یا کلا سیستم کشینگ صحبت بکنم ولی اینجا یه مرور کلی روش میکنم که متوجه بشین اصلا کش چیه وقتی میگیم از فلان پلاگین کش تو وردپرس استفاده کردیم منظورمون چیه ببینیم پلاگین کش چیکار کار میکنه هر صفحه از سایت شما وقتی میخواد باز بشه تعداد خیلی زیادی درخواست ارسال میشه که خب این صفحه بخواد لود بشه مثلا میگه خب برم تو تنظیمات غالب ببینم لوگو چی بود لوگو رو بیارم بعد برم ببینم جای لوگو کجا بود بالا بود پایین چپ راست پیدا بکنم هدر چه رنگی بود مثلا فلان جای صفحه باید چی قرار بدیم خب همه اینا رو تو تنظیمات قالبمون مشخص کردیم و رفته تو دیتابیسمون پس یه سری درخواست میخواد ارسال بکنه به سمت سرورتون و تو باز شدن یه صفحه شاید شما مثلا 500 تا ریکوست تو بکگراند کار انجام بشه تا یه صفحه براتون لود بشه عنوان فلان مطلب چی بود یا مثلا متنش چی بود کجا یه متن این تصویر قرار گرفته بود حالا تصویر چی بود از کجا برم بگیرمش کلی سال اینجوری برای اون صفحه سایت به وجود میاد که وب سرور باید بهش پاسخ بده درسته وب سرور اون اگر سرعتش بالا باشه تو چند ثانیه میتونه به این پاسخ بده ولی یه کار خیلی خیلی راحت تر و ساده تری که ما میتونیم انجام بدیم چیه اینکه مثلا هزار نفر امروز میخوان این صفحه رو تو سایت ما باز بکنن هزار بار نیایم این 500 تا درخواست رو تو بک اجرا بکنیم پس چیکار کنیم چاره چیه هر بار که یک صفحه ای باز شد بیایم این صفحه رو ذخیره بکنیم یه جایی این تمام این درخواستی که پاسخ داده شد رو ذخیره بکنیم یه جایی داشته باشیم حالا درخواستمون که ذخیره شد اطلاعاتش رو یه جایی نگهش داشتیم همه ریکوست جواب داده شد و میدونیم صفحمون قرار چی باشه حالا 999 نفر بعدی یا هر تعداد دیگه یادم که میخوان این صفحه رو باز بکنن خیلی راحت دفعه بعد دیگه این صفحه از اون نسخه‌ای که کپی گرفتیم نمایش داده میشه دیگه نیاز نیست دوباره این 500 تا ریکوست رو اجرا بکنیم یعنی حتی همون نفری که قبلا سفر رو باز کرده یا هر کس دیگه‌ای خواست این سفر رو باز کنه دیگه نیازی نیست کلی درخواست اجرا بشه یه درخواست ارسال میشه که این صفحه رو نسخه ذخیره شده کش شده رو شد داری اگر گفت آره نشون میده به کاربر رو دیگه تمام دیگه نیاز به هندل کردن اون درخواست نیست حالا چه زمانی نیاز این صفحه دوباره کش بشه دو تا حالت داره یا شما تو تنظیمات پلاگین کش تو مشخص میکنید که مثلا 24 ساعت بعد کش رو حذف کن و یه کش جدید بساز با اولین درخواست یا که میتونیم بگیم حذفش کن یه دکمه میذاریم تو تنظیمات پلاگین کشمون معمولا تو همه پلاگین هست که پاک کردن کش این صفحه رو میزنیم نسخه ذخیره شده این صفحه که داشتیم دیگه کلا حذف میشه و نفر بعدی که اومد تو سایتمون یه صفحه از اون ذخیره میشه تو سرورمون پس کلا کش یعنی ذخیره کردن یه صفحه برای نمایش به افراد دیگه یا به همون فرد تو دفعات بعد که خیلی راحت دیگه بدون اینکه سرورمون درگیر بشه با یه درخواست خیلی ساده اون صفحه ذخیره شده رو نشون بدیم این باعث میشه سرعت سایتمون چند ده برابر یا شاید هم چند صد برابر افزایش پیدا بکنه اگه مثلا قبلا صفحات سایتتون تو 10 ثانیه لود میشده با پلاگین کش میتونید تو یه ثانیه لودش بکنی. این کاری که پلاگین کش انجام میده اما چرا ساختاری سایتمون تو انتخاب پلاگین کش مهمه ببینید هر پلاگین کشی که تو وردپرس استفاده کنیم میاد بسته به حالا ساختار سرورمون کار میکنه به چه شکلی ببینید کلا پلاگینه کش وردپرس اینطوری کار میکنن که وقتی شما یه صفحه رو باز میکنی و این صفحه میخواد کش بشه میان یه فایل HTML از این صفحه ذخیره میکنن توی یه پوشه تو هاستمون نگه میدارن دفعه بعد دیگه میرن از اون پوشه فایل رو میخونن. بعضی از پلاگین ها میان با وب سرور کار میکنن یعنی به جای اینکه اون فایل تو پوش های سایت ما ذخیره بشه تو وب سرور ذخیره میشه یه جورایی حتی بعضی مواقع تو رم سرورمون ذخیره میشه خب رم میدونیم که سرعتش از سرعت هارد بالاتره پس خیلی راحت اون فایل ها میتونن خونده بشن اینجاست که میگیم بسته به وب سروری که استفاده میکنید میتونید از پلاگین کش استفاده کنید که مناسب اون وب سرور هستن شما میتونی رو هر وب سروری هر پلاگین کشی رو استفاده کنی مثلا میتونی رو لایت اسپید کش بیاید وردپرس راکت رو استفاده کنی. اما یه مسئله وجود داره اگه وردپرس راکت رو استفاده کنی رو لایت اسپید کش خیلی اونجوری که میخوای بهت جواب نمیده یا مثلا بیای رو انجینیکس مثلا لایت اسپید کش رو استفاده کنی خب میخواد فایل HTML ذخیره بکنه عملا سرعت سایتت رو بعضی موقع حتی پایین هم میاره یعنی پلاگین کش نصب کردی که سرعت سایتت بره بالا سرعت سایتت میاد پایین آره پس با توجه به وب سرورت باید انتخاب بکنی حالا رو هر وب سروری چه پلاگینی رو باید نصب و استفاده بکنیم تو ادامه ویدیو بهتون میگم لایت اسپید که گفتم یه وب سروره اومده خودش یه پلاگینی ساخته به نام لایت اسپید کش یه پلاگین راحت الحلقوم که رو وردپرس نصب میشه وقتی نصبش کردیم رو وردپرس راحت برای ما با استفاده از رم سرور و فضای کش سرور و اون وب سرور لایت اسپید شروع میکنه به کش کردن صفحاتمون یعنی خیلی راحت همه چی اپتیمایز شده همه چی کاملا بهینه رو سایت ما کار میکنه پس اگر وب سرور شما لایت سپید هست که تو 90 درصد مواقع اینطوریه بهتر از لایت سپید کش استفاده کنید پلاگین وردپرسی که به شما اجازه میده از کش لایت سپید رو سایت وردپرسیتون استفاده بکنید سرعت سایتتون رو فوق العاده افزایش میده لایت سپید کش قبلا یه ویدیو هم در مورد تنظیمات لایت سپید کش ضبط کردم که اگر تو یوتیوب ویدیو رو میبینید از اینجا میتونید به اون ویدیو داشته باشین کامل توضیح دادم چطور تنظیمات لایت اسپید رو به بهترین شکل ممکن انجام بدید اما اگه وب سرور شما لایت سپید نباشه از چه پلاگینی باید استفاده کنیم اگر اینجینیکس یا آپاچی باشه باید بریم سراغ پلاگین های دیگه پلاگین های دیگه چی هستن معمولا وردپرس راکت دبلیو W3 توتال کش دبلیو پی کش و پلاگین مثلا WP پی سوپر کش که خود تیم وردپرس ساختتش تیم اتوماتیک که سازنده وردپرس هستن کدوم پلاگین بهتره ببینید از نظر بهتر بودن پلاگین های ها بذای پلاگین ها رو کلا یه مرور کلی روشون بکنیم هر کدومشون چه مشکلاتی دارن چه نقاط قوتی دارن حالا لایت اسپید کش رو که بذاریم کنار چون برای وب سرورهای لایت اسپید بود و رو اینجینیکس و آپاچی خیلی خوب کار نمیکنه میمونه چند تا پلاگین دیگه WP پی راکت که یه پلاگین پولیه که پلاگین خوبیه اگر وب سرور شما اینجینیکس بهترین گزینه برای شما WP راکته چون هم تنظیمات خیلی خیلی آسونی داره همین که واقعا قابلیت های خوبی داره و رو وب سرور های به خوبی کار میکنه اگر وب سرور شما آپاچی هم باشه باز WP راکت خوبه ولی به شرطی که این پلاگین رو از سایت اصلیش تهیه بکنید که واقعا هم قیمتش کم نیست یعنی اگه هزینه کنید یه چیزی حدود چند ده دلار باید هزینه بکنید قبلا توی ویدیو گفتم که چرا باید از نسخه اصلی وردپرس راکت استفاده کنید لینک ویدیو رو اینجا اما بریم سراغ پلاگین دیگه W3 Total کش متاسفانه تنظیماتش به شدت سخته و یه جورایی میشه گفت حتی افرادی که حرفه ای هم هستن با این پلاگین نمیتونن به خوبی کار بکنن اصلا یو خوبی نداره اصلا اون چیزی که شما از یه پلاگین میخواید از تنظیمات یه پلاگین میخواین رو نداره چند تا گزینه داره که باید فعال کنی ولی یه ادوانس مود داره که واقعا کارو براتون سخت میکنه پلاگین سنگینیه پس من پیشنهادش نمیکنم دبلیو تری توتال کش رو پلاگین های دیگه ای که داریم پلاگین WP Fastest کش هستش که پلاگین خوبیه ولی نسخه پروش نسخه رایگانش امکانات خیلی زیادی بهمون نمیده ولی در عین حال سرعت سایتمون رو خیلی, خیلی خیلی خوب افزایش میده پلاگین دیگه ای که داریم برای وردپرس که میتونیم استفاده بکنیم پلاگین WP سوپر هست پیشنهاد من اینه اگر نمیخواید از WP راکت استفاده کنید یا نمیخواید مثلا WP فستس کش پرو رو که قیمتش هم کم نیست رو استفاده کنین نمیخواین درد سرای دبلی تری توتال کش رو داشته باشین WP سوپر کش رو استفاده کنی پلاگینه که تیم وردپرس ساختتش و واقعا عالیه تنظیمات به شدت آسون امکانات فوق و چی بهتر از اینکه تیم وردپرس تیم اتوماتیک وردپرس رو ساختن روی این پلاگین دارن کار میکنن پلاگین فوق ایه و پیشنهاد میکنم حتما ازش استفاده کنید اگر وب سرور شما اینجینیکس یا آپاچی هستش ما خودمون تو میهم وردپرس از دبلیو پی راکت استفاده میکنیم دلیلش هم اینه که خب سایت ما چون درآمد خوبی داره و یه سایت پربازدید هستش ارزش داشت که بابتش چند ده دلار سالانه هزینه بکنیم و این پلاگین رو تهیه بکنیم پلاگین دبلیو پی راکت و نسخه اصلیش رو گرفتیم و رو سایتمون داریم استفاده میکنیم واقعا هم ازش راضی هستیم چرا چون وب سرور ما اینجینیکس اگر دارید از وسط این ویدیو میبینید یا در مورد وب سرور اون ابتدای ویدیو چیزی نشنیدین ندیدین ابتدای ویدیو رو حتما برگردید اونجا رو ببینید چون صحبت های خیلی مهم کردم در مورد وب سرور پس WP راکت برای 890 درصد شما عزیزان اصلا پلاگین مناسبی نیست ولی برای ما چون یه سرور اختصاصی داریم مناسبه برگردیم ویدیو رو حتما از اول ببینید تا متوجه این حرف هم بشید اما پلاگین های دیگه پلاگین خاصی نداریم مثلا WP یا آت اپتیمایز هستش اینا پلاگین هایی یعنی که بیشتر کار بهینه سازی فایل های CSS و جاوا اسکریپت و مینیفای کردن و کامباین کردن و یکی کردن فایل ها و این کار رو انجام میده خیلی برای کش مناسب نیستن و در کل پیشنهادشون نمیکنم پلاگین خاصی ندیدم که خیلی خیلی خوب رو وردپرس بتون افزایش سرعت انجام بده غیر از این چند تا پلاگینی که بهتون گفتم و واقعا دیگه فکر نمیکنم پلاگین خاصی مونده باشه اگر احساس میکنین پلاگینی هست که شما دارید استفاده میکنید و خیلی خوبه حتما تو کامنت ها بگین تا اگه نیاز شد تو ویدیوهای بعدی در موردشون صحبت بکنم و بررسیشون بکنم که آیا پلاگین مناسبی برای افزایش سرعت وردپرس هستن یا نه به طور کلی اگه بخوام این ویدیو رو جمع بندی بکنم تو یکی دو دقیقه باید بگم که ما وب سرورهای مختلفی داریم و بسته به وب سرور هامون باید انتخاب بکنیم که از چه پلاگینی استفاده بکنیم اگر وب سرور شما لایت اسپید باشه که بهترین پلاگین برای شما لایت اسپید کشه کاملا رایگان هیچ هزینه‌ای نمیخواد بابتش بدین و رو سایتتون عالی کار میکنه و سرعت رو به شدت افزایش میده اگر وب سرور شما آپاچیه که پیشنهاد میکنم تو مرحله اول به هاستتون بگید که اینو تغییر بده به لایت اسپید و باز برید از پلاگین لایت اسپید کش استفاده کنید اگر وب سرور شما اینجینیکس هست یا همون آپاچی و مدیر سایتتون مدیر سرورتون قبول نکرد به هر دلیلی که تغییرش بده به یه وب سرور بهتر مثلا لایت اسپید که در حال حاضر تنها وب سرور بهتر تو دنیا هستش شما باید از پلاگین های دیگه استفاده کنید که بین تمام پلاگین هایی که تو وردپرس وجود داره پلاگین رایگان WP Super Cache، پلاگینی که واقعا پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید یا نسخه اصلی WP راکت رو از سایت اصلیش تهیه بکنید و خیال خودتون رو برای همیشه راحت بکنید یه چیزی که من دیدم و خیلی هم زیاد شده زیاد که چی میتونم بگم 99 دوامه درصد سایت های ایرانی دارن استفاده میکنن استفاده از نسخه های نال شده و ترک شده قالب و پلاگین های خارجی ببینید بگذریم از اینکه حالا تیم سازنده کلی بابتشون زمان گذاشته بگذریم از اینکه چند ده نفر رو استخدام کردن بگذریم از اینکه اونها اومدن ما رو تحریم کردن نمیذارن استفاده کنیم از نسخه دلاری محصولاتشون هر چند میذارن و مثلا دبلیو پی هیچ مشکلی با این قضیه نداره ما خودمون به عنوان یه هویت ایرانی تو سایتشون ثبت نام کردیم و داریم از پلاگینشون استفاده میکنیم و اگر بخوایم بگیم اونها مثلا ما رو تحریم کردن یا اینکه ایران تافته تا جدا بافته با ای از دنیاست واقعا داریم خودمون رو گول میزنیم و یه جورایی داریم خودمون رو قانع میکنیم که نه ما کار اشتباهی انجام نمیدیم از همه اینا که بگذریم هر کسی که میاد فایل یه قالب یا یه پلاگین رو به صورت نال شده به صورت کپی شده در اختیار ما قرار میده دلیلش این نیستش که عاشق چشم ابروی ما بوده مثلا خواسته این پلاگین و این قالب رو رایگان بهمون بده و ما استفاده بکنیم و لذتش رو ببریم نه توی 99 درصد این قالب و پلاگین‌هایی که رایگان میذارن تو سطح اینترنت باگ امنیتی وجود داره از باگ امنیتی که بگذری مشکل بدتری که وجود داره وجود شل ها یا ویروس ها یا فایل های ویروسی حالا ما بهش تو وب نمیگیم ویروس بیشتر میگیم شل وجود شل یه سری کدای مخربه که به ما اجازه میدن اینم تایید کرد ببین وجود یه سری کدای مخربه که به ما که نه به اون کسی که این فایل رو رایگان ارائه کرده اجازه میده بعدا به پنل وردپرس ما دسترسی داشته باشه با سایت ما ایمیل ارسال بکنه کلی فایل ویروسی وارد سایت ما بکنه و کلی خرابکاری داشتیم سایت هایی که یه سری کد جاوا توشون بوده که ارز دیجیتال ماین میشده باهاشون یعنی وقتی یه کاربر وارد اون سایت میشده شروع میکرده از کارت گرافیک و سی پی کاربر استفاده برای از بهتر بگم مرورگر کاربر استفاده برای ماین کردن یه ارز دیجیتال خاصی که با جاوا اسکریپت ماین میشده یا مثلا باز شدن کدای پاپ یا هزار تا مشکل و مسئله دیگه حتی حتی از همه اینها که بگذریم یعنی بگیم آقا اون کسی که داره به ما فایل رو رایگان میده یا نه اصلا داره به ما فایل رو میفروشه رفته از این سایت نسخه اصلیش خریده هزاران مشکل روی این قالب و پلاگین وجود داره که طی آپدیت دارن هفتگی یا ماهانه در دسترس شما قرار میگیرن و مثلا ما که رفتیم وردپرس راکت رو خریدیم وردپرس راکت تقریبا هفته یه بار داره آپدیت به ما میده این آپدیت ها رو اون کسی که به شما فروخته نمیاد همون لحظه به شما بده پس هزاران مشکل امنیتی هزاران باگ امنیتی ممکنه برای سایت شما به وجود بیاد حتی اگه فایل اصلی باشه و همه این مسائل رو که بگذاریم به نظرم کار درستی نیستش برگردین ابتدای اون صحبت هم در مورد فایل کپی شده رو حتما ببینید فرض کنید خودتون یه تیم ده نفره دارید که داره روی محصول کار میکنه و یه نفر بیاد نسخه کپی شده این محصول رو استفاده بکنه رو سایتش رو از سایتش هم بخواد کسب درآمد بکنه اگه میخواید اصولی کار بکنید بهترین کار اینه تو مرحله اول از این پلاگین رایگانی که بهتون گفتم استفاده کنید چون واقعا چیزی از وردپرس راکت کم ندارن اگر خواستین یه روزی مثل سایت ما سایتتون پربازدید شد درآمدش خیلی خوب شد واقعا اون موقع ارزش رو داره چند ده دلار هزینه بکنید و نسخه اصلی پلاگین رو بگیرید تو سایتتون استفاده بکنید این که میگن پلاگین فارسی شده یا راستین شده اصلا مهم نیست ما داریم نسخه انگلیسی پلاگین رو استفاده میکنیم و هیچ چیزی رو به کاربرتون قرار نیست نمایش بده یه پلاگین کشه که فقط سمت مدیریتش دست شماست و یه چیزی حالا یه سری متن انگلیسی داره نمایش داده میشه که اتفاقا خیلی هم راحت میتونید با متن انگلیسی مدیریتش بکنی تا اینکه حالا مثلا ترجمه شده باشه و نسخه فارسی شده استفاده بکنید این هم از بحث پلاگین های کپی شده چندین بار تو ویدیوهای مختلف گفتم بازم گفتم اینو بهتون بگم که کمتر استفاده بکنید یا بهتر اصلا استفاده نکنید امیدوارم این ویدیو هم بهتون کمک کرده باشه برای بهترین پلاگین افزایش سرعت وردپرس و تونسته باشین بهترین پلاگین رو باهاش برای سایتتون انتخاب بکنید حتما از لایت سپید کش استفاده کنید از سوپر کش استفاده کنید تو مرحله دوم اگه وب سرورتون لایت اسپید نیست و تو کامنت ها بنویسید که میخواید بیشتر در مورد چی براتون ویدیو تولید بکنم چون سعی کردم با حالا ایجاد یه چند تا لوکیشن جدید برای ویدیوها براتون هر ویدیویی در مورد مدیریت سایت نیاز دارید رو ضبط بکنم صرفا این نباشه که حالا تو دوره سایت برتر یه سری مسائل رو گفته باشم به صورت تخصصی در مورد مدیریت سایت دوست عزیزانی که نمیتونن تو دورم شرکت بکنن یه سری مسائل رو تو ویدیوها بهشون بگم و تا حدی حد که وقت میشه حداقل هفته یکی دو تا ویدیوی آموزشی براتون ضبط بکنم به صورت تخصصی به سوالاتتون جواب بدم پس هر سوالی دارید تو کامنت ها بنویسین این ویدیو رو حتما لایک بکنید چون کمک میکنه افراد دیگری هم ببیننش و استفاده بکنن از محتوای ویدیو و حتما سابسکرایب کنید چون ویدیو خیلی زیادی براتون دارم که رایگان میخوام بهتون هر چیزی در مورد مدیریت سایت و وردپرس نیاز دارید رو بهتون بگم شاد و پیروز باشید و امیدوارم این ویدیو هم براتون واقعا مفید بوده باشه